خب بارها هم جواب دادن و شما هم همینطور که چرا F14 از مرز نمیتونست خارج بشه، یکی به خاطر اون عهدنامه‌ای که بسته بودن ظاهرا، یکی هم به خاطر اینکه شغلش چیزی دیگری است. بفهمید اینو ما بارها و بارها جواب ببینید، در قرارداد فیما بین ایران و آمریکا، ایران گرومن، نیرو هوایی با گرومن قراردادی که بسته و حالا این قرارداد درست کارخونه گرومن طرف با طرف ما پنتاگون بوده، پنتاگون از اون قرارداد آورده به دلیل حساسیت هواپیما. ببینید این لیتست آرت آمریکا بوده، یعنی هواپیما زمانی که به ما داده شده جز سلاح‌های سری آمریکا بوده، تا 2016 این جز سلاح سری اون بوده. پس تو این قرارداد آورده که آقا به سیمالی مرز نزدیک نشو، به 30 کیلومتری مرز درگیری باید در اینجا انجام بشه، نه فلان بشه. البته ما چون جنگ شد دیگه نمیتونستیم اینو رعایت کنیم. ما در جنگ بله تو بغدادم رفتیم، تا بغدادم هواپیما ما رفته، خیلی از پروازها رو اسکورت کردیم، به خصوص پروازهای RF4 رو اسکورت کردیم، ولی در پروازهای معمولمون سعیمون این بوده از مرز بیرون نریم یا به طوری شلیک بکنیم که هواپیمای عراقی خط مرزی رو رد کرده باشه، که اگر احیانا 1 در 1000 موشک ما بهش نخورد، موشک در داخل خاک خودمون بیفته. هرچند این رو هم در کنارش بگم خدمتون، هواپیمای F14 که بخور زمین تمام قطعاتش سلف کیلر داره، یعنی دونه دونهش خودش منفجر میشه، اما به خاطر سیفتی این قانون رو ما باید رعایت میکردیم و اگر رعایت نمیکردیم خب اونجا باید جوابگوی اون قرارداد بودیم. ولی خب در خیلی جاها ما دفاع کردیم که آقا ما کشوری هستیم انقلابی، بعد از انقلاب هم جنگ بهمون تحمیل شده و این وسیله است که ما باید ازش باش بجنگیم، از خودمون دفاع کنیم. پس اینی که به سیمال نزدیک نشو فلان، اینها حرفی است که در قرارداده ما نمیتونیم رعایت کنیم. این مسئله بود، ولی دلیلش این بود که هواپیما اگر خدای نکرده سقوط کرد داخل خاک باشه، که قطعاتش قبل از خودکشی کردن هر قطعه به قطعه دست دشمن نیفته به خاطر تکنولوژیش.